نظرتون چیه خانم بوستانی؟ هنوزم فکر میکنید پیام پرشته نجات شماست؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه پیام و شایان‌پر دستشون توی کاسته است، با هم هم دستن. مگه ممکنه همچین چیزی؟ پدرزن سابقم حشمت خان سوری همیشه میگفت از دشمنت یه بار بترس، از دوستت هزار بار، چون خنجریو که دوست از پشت میزنه دردش به مراتب سنگین تر از شمشیریه که دشمن رو به رو میزنه. شما با چشم خودتون دیدی؟ من که هرچی بگم شما باور نمیکنید که. و بچه ها بپرسید. بله خیلی جیک تو جیک بودن با هم دیگه. خیلی اون میگفت جیک تو جیک. خیلی جیک تو جیک بودن با هم دیگه. این میگفت اون میخندید، اون میگفت این میخندید. خیلی از حتما یه نقشه‌ای داشته که به من گفته سه دنیامو بفروشم به شعله و باش شریک شم. ازتون خواسته سهمتون رو بفروشین؟ خوب کارشو بلده، دوست داشتم. من واقعا یه معذرت خواهی به شما بدهکارم. فراموش کن خانم بوستانی، من جوون امروزی نیستم که این چیزا بهم بر بخوره. خدا لعنتش کنه. بله البته خدا رو شکر که به خیر گذشت. چیو به خیر گذشت؟ الان تکلیف کار ما تو مدرسه فوتبال چی میشه؟ اگه این چیزایی که شما میگین درست باشه یه چیزی با عقل جور در نمیاد. اگه این آدم همون کسی باشه که شما میگین و این عکس ها نشون میده، چرا مورد تایید پدرمه؟ چرا میگه باش مشورت کنم بهش اعتماد کنم؟ ما که خبر نداریم، شاید پدرتونم اشتباه کرده. پیامه؟ واسه پیتزا کردم، گفتم بگیرم بیام با هم بخوریم. برام ماشکو سبزیجات گرفتم، بر خودمونم قارچو گوشت. گندی که زدی با پیتزا درست نمیشه. من که عذرخواهی کردم ازشون. یکی از دوستان از بانک تماس گرفت، مجبور شدم برم. بازم ببخشید. باورم نمیشه. چجوری میتونین انقدر راحت تو چش آدمو زل بزنید و دروغ بگین؟ ببخشید من تو تمام عمرم آدم به وقاحت شما ندیدم. شما از سادگی و اعتماد من و پدرم سوء استفاده کردی. واقعا براتون متاسفم. من اصلا نمیفهمم شما دارین در برای چی حرف میزنین. عکس و فیلم ها لو رفته پسر جون، وا بده. یعنی چی؟ دیگه حناتون شما رنگی نداره، یعنی دیگه نمیتونید هاشا کنید. من میدونم که دست شما و شایانفر توی کاس هست. شایانفر؟ چیه؟ نکنه میخواییم بگن امروز شما نبودین که با شایانفر خوشو بش میکردین؟ اصلا قضیه اونجوری که شما فکر میکنین نیست. من فکر نمیکنم، مطمئنم، چون دیدمتون. شما اونجا بودین؟ من اونجا نبودم، ولی بودن کسایی که شما رو دیدن. آره میتونم حدس بزنم کار کیاست، ولی اونا اونیو که دیدن تعریف کردن. اصل قضیه یه چیز دیگه است. خواهش میکنم سعی نکنید خودتون رو بی گناه نشون بدین. دروغگویی الان شما یعنی اثبات ادعای اونا. باشه، ولی شما باید به حرفای منم گوش کنید. ولی من واقعا هیچ علاقه ای ندارم دیگه به حرفای شما گوش کنم. خیلی زودم این خونه رو ترک میکنم. شما فعلا عصبانی هستید، بعدا صحبت میکنید. باید خوشحال باشین که دستش براتون رو شد. من از دست خودم ناراحتم. نمیفهمم چم شده این روزا که خوب و بد از هم تشخیص نمیدم. کسی که امروز دوستتونه فردا میتونه مهمترین دشمنتون باشه. من توصیه میکنم تو انتخاب دوست حواستون رو جمع کنه. ولی امروز حسن نیت شما به من ثابت شد. امیدوارم اینطوری باشه. در ضمن اگر سهام باشگاه رو میخواییم بفروشیم، من خریدارم. نباید بذاریم باشگاه دست غریبه و بیفته. من بعدم نمیاد با این شعله نیازی سرشاخ بشم، یه ضربه شست خوب بهش نشون بدم. باور کنید منم به اندازه شما ازش بدم میاد. من حتما حرف شما رو باور میکنم، ولی واقعیت اینه که من دیگه قصد فروش ندارم. چه بهتر، باشگاه دست شما باشه جاش امن‌تر. بریم بچه فعلا. خداحافظتون. خداحافظ. سلام، چیکار داری؟ من فکرمو کردم، حاضرم سهمتو همون قیمتی که گفتی با اینکه گرونه بخرم. دیر زنگ زدیم،
فروشنده نیستم دیگه. یعنی چی؟ یعنی که پشیمون شدم، میخوام نگهش دارم. ولی این پیشنهاد خودت بود. پیشنهاد دادم، الان پسش میگیرم. باشه، من حاضرم قیمت بیشتری پرداخت کنم. شما اگه پول 6 تانگ اونجا رام بدی، من دیگه فروشنده نیستم. تو مارو مسخره کردی دختر جون. سلام خانم خسروی. سلام. سلام آقا قبا. سلام آقا خشایار. به سلامتی با هم آشتی کردی؟ آشتی که نه، یه جورایی کنار اومدیم با هم. همزیستی مسالمت آمیز. خدا رو شکر. از مادر شنیدم میخوای بری خواستگاری سحر خانوم. بله دیگه، برار اوضاع خورده بهتر شده، گفتم یه آستینی بالا بزنم. ازدواج به زندگی آدم سر و سامون میده. ایشالله که خوشبخت بشین. خدا خدا نگهت. خدا حافظ. خشایار، عاشق افشاگریم. ببین من از بچگی عاشق همین روحیت بودم. سلام. 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 حال شما خوبی؟ خوب که نه خیلی. این تمرینات فشرده تو باشگاه خیلی خسته میکنه. البته الان احساس میکنم با دیدن شما یه روح تازه‌ای در من دمیده شده. سهل لطف کرده اومده کمک من یه ذره تست بزنم. ولی شما سریع برین تو چون مهمون داری. مهمون؟ این آقا پیام اومده کارت داره. پیام؟ چیه؟ مزاحمم؟ نه بابا، سلام. سلام. ترسیدین؟ چیزی شده؟ چیز؟ چیزی نشده قبا جان، چیزی شده؟ نه بابا چیزی نشده. آقا پیام چیزی شده؟ از خواهرتون شنیدم قراره با سحر خانم ازدواج کنی. با اجازه بزرگتر. بله. پس بهتره که همین اول یه چیزایی رو درباره شما بدونه. ایشون همه چیزی در مورد من میدونه. البته همه چیزو که نه، ولی بیشترشو میدونم. اجازه بده اون یه ذره رو هم که نمیدونین من به شما بگم. آقا پیام جانم، خیلی شما دوست داشتنی هستی، برای ما عزیز ما هستین. شما لطف دارین، ولی این آقا قباد اسطوره مرام و معرفت و مردونگی و انصافن. کی؟ من؟ من تو زندگی با آدمای جور و واجور زیادی سر و کار داشتم، ولی هیچ وقت کسی رو مثل تو ندیدم. تو رفاقت در حق من تموم کردی، همینطور هم شما آقا خشایار. ما که کاری نکردیم آقا پیام. نفرمایین، شما خیلی کار کردیم. میخواین بگم خانمان بدونم؟ نه بابا، چه کاری حالا خانم ها بدونن. شما تشریف را به اتاق هم بالا، حالا ما تست میزنن. تست میزنن. بفرمون آقا پیام، خواهش کنم بفرمین. منزل خودتونه، قدم رنجه فرمودین. بفرمین. یا مثل بچه آدم میگین قضیه چیه، یا میدم پوستتونو بکنن تو چوب کاه کنن. آقا جان من اعتراف میکنم، شما اجازه بدید من اعتراف میکنم. ما نشسته بودیم خونه، داشتیم نون و ماستمون رو میخوریم. خب آقای رستمی زنگ زدن گفتن تشریف بیارید فلان کافی شاپ. ما هم رفتیم فلان کافی شاپ، دیدیم شما اونجا نشستین داریم آقای شایفر صحبت میکنین. بعدش آقای رستمی دوباره زنگ زدن تهدیدمون کردن که ما باید از شما عکس بگیریم. ما هم عکس گرفتیم. همین. بعدم رفتین و عکسای منو نشون نستر خانم دادین. بله دیگه، یه چند تا عکس بود با وضوع بالا از چندین زاویه. دیگه همین دیگه، به جون خودم. آقا پیام میدونین شما دو تا خیلی احمق و کودنی. یکی دوباری دوستان گوشزد کرده بودن، ولی نه به این سرعتی که شما گفتید. خیلی خوب، من شما رو میبخشم، ولی باید یه کاری انجام بدیم. ما از ایشون خواستیم که ما رو ببخشن. میدونین اگه نبخشمتون چه بلایی سرتون میاد؟ میشه یه راهنمایی بکنی؟ آره، ممکنه دیگه دست و پایی نداشته باشی که باش فوتبال بازی کنی، یا تو ممکنه جوان مرگ بشی. خب آقا پیام، چه کمکی از دست ما برمیاد؟ سلطان واقعی فوتبال منم. منم که میگم تو این فوتبال کی چی کار بکنم. من سیاوش رستمی.
سلام. سلام، خوبین؟ من خوبم، شما چطورین؟ بد نیستم. بالاخره نمیخوایم بگین شرط و شروط جدید این شایانفر چیه؟ دیگه برام مهم نیست، برای شما هم مهم نباشه. نگار قسمت نیست قرارداد بسته شه. من آخرش گذاشتم. حرفای ممتاز شایانفر دارم. میخواستم بهتون زنگ بزنم. گوش میدم. پشت تلفن نمیتونم بگم. بعد یه قرار بذارم باهاتون حرف بزنم. شعله خانم مشکوک حرف میزنین. اتفاقی افتاده؟ نه. میشه فردا هم دیگه رو ببینیم؟ چرا که نه؟ ببینیم. پس صبح هماهنگ میکنم که ظهر هم دیگه رو ببینیم. بسیار خوب. شب بخیر. خدافظ. شب خوش. شعله خانم. بله خواهش میکنم. کنیز شماست، دختر شماست. لطف دارید شما. بله بله خوبه، خیلی خوبه. انشالله آخر هفته تشریف بیارید. بله لطف دارید شما. چشم چشم، منزل خودتونه، تشریف بیارید حتما. خدا نگهدارتون، خدا حافظ. ای چی دینه بخت ها چسبیدی به من؟ خاک به سرم. اینو جدی جدی اومدنی شدن. حالا چی بپوشم؟ مامان گفته باشم من لباس ندارم. ما باید بریم خرید. مامان جان ما داریم میریم. کجا؟ بیرون کار داریم. خیلی ممنون از توضیح مفصلتون. آقا سینا آخر این هفته داره میاد خواستگاری. مبارک باشه. منو بذار دم در خونه نستن خانم، خودتم برو سراغ آسیابش. بپا گند نزنی آقا پیامشاکیشا. قوار من میترسم، میگم یه موقع بی خود و بی جهت تو عچل نیفتی. تو رای بهتری سراغ داری؟ نه. بشین بریم دیگه. بله شعله خانم. خیلی خوب، آدرس رو برام بفرستین میام. فعلا. بله. زوری جان در وا کن. با کی کار دارین؟ منزل آقای شکوری؟ اشتباه گرفت. ببخشید ننه جان، اشتباه اومدم. بفرمایید، مزاحم نشین. یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ آروم باشین نسر خانم، من میتونم براتون توضیح بدم. اینا همش سوء تفاهمه. سوء تفاهم؟ شما احمقا به من دروغ گفتین. کاری کردین من به اون بدبخت شک کنم. کسی که اومده و به من کمک کنه. نه همش که دروغ نبود. فوقش 70%. 70%؟ 90%. ولی باور کنین تقصیر من نبود. آسیاش منو تهدید کرد که اون کاریو که میخواد انجام ندم بلا سرم میاره. میشستین که آسیاشو خیلی خطرناک. یعنی تمام اون عکس‌ها ساختگی بود؟ نه همش راست بود. من نفهمیدم بالاخره راست بود یا دروغ؟ هم راست بود هم دروغ. عکس راست بود ولی اون قصه که آسیاش برای شما تعریف کردن دروغ بود. من که دیگه گیج شدم. حقیقت اینه که آقا پیامون بابا رو تعقیب کرده بود که سر از کارش در بیاره. بعد میره تو کافی شاپ سراغش که بفهمه چی از جون شما میخواد. اونجا بود که آسیاش به ما زنگ زد بریم برای عکس و افشاگری و این پسر دروغ میگه. یه روده راست شکمش نیست. من میتونم بهتون ثابت کنم. چی رو؟ اینکه خیلی از حرفای آسیاش دروغ بوده. مثلا چی؟ مثلا رابطه آسیاوش با شعله خانم. شما این مقدر زرنگ سر منم گول مالیده بود. چه برسه به شما که؟ چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که اون دو تا دستشون توی یک کاسه است. چه نگاه کلافه ای.
الو سلام قبا، من جلو در رستورانم، همین الان با شعله خانم رفتن تو. باشه من خودونو میرسونم. خداحافظ. نستر خانم دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. شنیدنی نیست، دیدنیه. لطف میکنی یه آژانس خبر کنین. نظرتون در مورد اینجا چیه؟ اینجا مثل بقیه کافی شاپ هاست، یه جای معمولی با یه سرویس دیگه خوب. اه؟ ولی من خیلی اینجا رو دوست دارم. خب اگه اینطوریه باید بگم که اینجا یه کافی شاپ دنجه با یه فضای خیلی خیلی رومانتیک. دیگه خیلی اغراق کردی. شعله خانم، استنباط من اینه که فضاها به تنهایی مهم نیستن، آدم ها هستن که به اون فضاها روح میدن، شخصیت میدن. بله. امیدوار بودم این شیرینی شیرینی بستن قرارداد با شایانفر باشه. بعد از دعوای اون روزتون با شایانفر فهمیدم که شما حاضر نیستید به هر قیمتی این قرارداد بسته شه. شعله خانم، ما با هم توافق کردیم این فرصت یه فرصت ناب و استثنایی برای هر دومونه، نباید دستش بدیم. خب میدونید چیه، من نمیتونم شما رو نادیده بگیرم، یعنی قبلا میتونستم و الان اصلا نمیتونه. قرار نیست منو نادیده بگیرین، قرار شد براش نقش بازی کنین. این حرفا به شرایط جدید شایانفر مربوط میشه؟ ول کنید این حرفا رو آقای رستمی. من یادم شما گفتین به من علاقه دارین، هنوز سر حرفتون هستین؟ تو رستورانه. خانم حسین، میگم میخواین قبلش یه زنگ بهش بزنیم ببینین میگه کجاست. راستش رو بخواین من اساسا سخنور خوبی هستم، اما نمیدونم تو این شرایط چرا یه جورایی لالمونی میگیرم، به تته پته میافتم. در واقع میتونم حدس بزنم چی میخواین بگین، اما نمیدونم چرا دوست دارم از زبون خودتون بشنوم. واقعیت اینه که عذر میخوام. بوستانیه. سلام نسترن خانم، حالتون چطوره؟ خوبم، شما کجایی؟ چطور مگه؟ خواستم راجع به یه موضوعی با تو مشورت کنم. من الان با رئیس فدراسیون فوتبال یه جلسه دارم، جلسه تموم بشه خدمت میرسم. شما با خیال راحت به کارتون برسین، بعدم با هم صحبت میکنیم. پیش رئیس فدراسیون من حالو فرض میکنی نشونت میده. مجبور بودم یه جورایی دست به سرش کنم، به خاطر همین گفتم با رئیس فدراسیون فوتبال جلسه دارم. بله فهمیدم. خب ادامه بدیم. شعله خانم، شاید بهتر باشه موکولش کنیم به یه وقت دیگه. میخواید من بگم؟ شما جسارتشو ندارین بگین، میخواین از من خواستگاری کنین، روتون نمیشه. البته باید بگم جواب من به خواستگاری شما مثبته، یعنی قبول کردم. نگفته بودین میخواین از رئیس فدراسیون خواستگاری کنین؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم بهتون تبریک بگم، شما تو دغلبازی و شیادی نظیر نداری، انتخابت هم حرف نداره. شعله هم یکی لنگه خودت، در سخت خوب با هم جور شدی. تو داری اشتباه میکنی، من باید توضیح بدم. آقای رستمی چرا راستشو نمیگی؟ ایشون از من خواستگاری کردن، منم قبول کردم، قراره با هم ازدواج کنیم، این به شما ربطی داره؟ مبارک باشه، ازدواج کنید، فقط از زندگی من برید بیرون. من حاضرم بمیرم ریخت شما دو نفر دیگه نبینم،
من واقعا در حق آقا پیام ظلم کردم. برای خودم متاسفم. آقای رستمی، شما هنوز سر پیشنهاد ازدواجتون هستین؟ بله هستم. پس بذارین جوابتون رو بدم. در مورد خودت چی فکر کردی؟ چرا من باید زن آدمی مثل تو بشم؟ خیلی غیر قابل تحملی. روزتون بخیر. بله یعنی نه یعنی اشتباه میکنید ولی مثل یک انسان. بالاخره انسان ها هم اشتباه میکنن. نمیخوای قضیه آقا پیامو بهشون بگی؟ نه. آقا پیام چی شده؟ گفتش که داره برمیگرده کانادا. این بنده خدا اومده بود ایران که به شما کمک کنه ولی شما آدم خیلی خوب بسه. همین الان زنگ بزن باش قرار بذار. بله. شما دیگه برید لطفا. چشم. سلام آقا پیام. سلام حسن خانم. چه عجب یادی از ما کردیم. منو ببخشید، من راجع به شما اشتباه کردم، خیلی تون رفتم. دیگه واسه این حرفا خیلی دیر شده. من دارم میرم کانادا، قید سرمایه گذاری و مدرسه و فوتبال و همه اینا رو زدم. ولی شما نباید برید، من به کمک شما احتیاج دارم. آخه من چطوری میتونم به شما کمک کنم وقتی اعتمادی بین من و شما نیست؟ شما به حرف هر آدمی گوش میکنین غیر از اونی که واقعا نگرانتونه. من بازم عذرخواهی میکنم، شلو و رستمی علیه من دست به یکی کردن. اگه شما هم برید من تنهایی از پسش بر نمیام. شما مطمئنین که این اتفاق دوباره تکرار نمیشه؟ اونا ممکنه بر علیه من مجدداً توطئه کنه. دیگه هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه اعتماد من نسبت به شما خراب کنه. بهتون قول میدم. قول شما محترم. ولی من تضمین میخوام. یه چیزی که خیال هر دوتای ما رو راحت کنه. آخه من چه تضمینی میتونم به شما بدم؟ با من ازدواج کنید. چی؟ میدونم پیشنهادم خیلی ناگهانی و بی‌مقدمه بود. ولی اگه شما قبول کنین، دیگه هیچ کی نمیتونه بین من و شما تفرقه بندازه. دیگه خودتونم به ما شک نمی کنیم. ببخشید ولی من... من فقط به خاطر پدرتون نیست که اینجا برگشتم اینان، چون وقتی پدرتون عکس شما رو به من نشون داد یه حسی به من گفت این همون آدمی که دنبالش میگشتی، این همونیه که باید زندگی تو باش تقسیم کنی. نسته نخونم، من به شما علاقه دارم و به این علاقه اعتماد دارم. شما به من اعتماد کنیم. چی بگم راستش؟ انتظار ندارم همین الان جواب منو بدین. میتونم به خاطر شما چند روز صبر کنم تا فکراتون رو بکنم. سکوت علامت رضاست، اما اگه نشونه تردیدم باشه بازم من راضیم. واقعیت اینه که من قصد ازدواج ندارم، حداقل تا زمانی که پدرم برگرده. پس شما مخالف نیستیم، فقط شرط داریم. باور کنین نسن خانم، شرط شما آرزوی منم است. پدرتون برمیگرده. با اجازتون من دیگه برم. بفهمین من میرسونمتون. خیلی ممنون، میخوام تنها باشم. خداحافظ. خداحافظ. بچه جان یه ذره مراد کن. قوات جان شما سه آی قوات آروم. ای بابا آقا آقا میشه بی زحمت اینا رو واکنی؟ عزیزم بیا یه لحظه.
بابات آروم بگی. سلام. خودت اینجا کجاست؟ قضیه چیه؟ نمیدونم. اینا کیه؟ شما کی هستی؟ چی میخواهد جون ما؟ شنیدم اسم خودتو گذاشتی آخرین سلطان. آره؟ آقا ببخشید آخرین سلطان ایشونه، بنده اصلا سلطان نیستم، اگر اجازه بدین رفع زحمت کنم. نترسین، چیزی نیست. فقط قراره با هم دریپ تو گل بازی کنیم. دریپ تو گل؟ حقیقتش من امروز خیلی ناخوشم، اگه اجازه بدین فردا میام سر فرصت قشنگ بازی کنم. فردا دیگه دیره. ما دلمون میخواد امروز بازی کنیم. خیلی خوب. حداقل دست ما باز کنیم بتونیم بازی کنیم. نه، اینجوری هیجانش بیشتره. پرویز امروز تمرین شوده ضرب داریم. اتفاقا کلی هم بهشون خوش میگذره. قوا جا میشه یه کاری بکنی؟ من طاقتشو ندارم. پرویز جان، هر کی هر چقدر بهتون داده من دو برابرشو میدم. چقدر گرفتی؟ 100 میلیون تومان. نه 100 میلیون تومان؟ شوت تو بزن داداش، شوت تو بزن. آقا ببخشید، من زن و بچه دارم، به جان بچه‌ام من کاری نداشتم، بذارید من برم. خشی جان آروم باش، اولش سخته بعد درست میشه. بزن داداش، من نمیذارم. آی دی او گت برا جو برا جارو می. یکیشون خیلی خوب ضربه کاشته بزن، سه بار زد تو دهان، فکر کنم شکسته. نه نه شکسته، این تابش هم مال من بیشتر شده. ولی اینا کی بودن قبا؟ هر کی بودن آدم خودشون نبودن. با آدم کی بودن؟ اصلا آدم نبودن. یه بر از سرت احمد دماغم خوشو بریم. قبا الان با این سرشه کسی بارو سوار میکنه؟ زمیده شهران بیا دنباله. من اگه بدونم کار کیه، میدم بچه ها معدهشو در بیارم باهاش سیراب شیردون مرد درست کنن، بدم بچه های کفن بزنم به بدن. اشیا یار، مثل روز روشن کار کیه. کار اون پیام ناجنسه، باز گوششو ببرم بذارم کف دستش. ولی من فکر نمی کنم که کار اون باشه. چرا که نه؟ حتما فهمیده چه بلایی سرش آوردین، خواسته تلافی کنه. من مطمئنم قضیه یه چیز دیگه است. اون وقت قضیه چیه؟ شما این بلا رو سر ما آوردی آقا سیاوش. قباد جان چی شد شما به این نتیجه رسیدی؟ شما فهمیدی ماجرای امروز کار کی بوده؟ تلافیشو سرمون در آوردی. الانم داری توپو میندازی تو زمین پیام که خودت بشی آدم خوبه. امکان نداره. چرا چرت میگی پسر؟ از وقتی اومدی فوتبال باهوشتر شدی قباد. باهوشتر نشدم آسیا باشه، فقط قاعده بازی رو خوب یاد گرفتم. بازی جوانمردانه فقط یه شعاره، در عمل هر کی رعایت کنه میبازه. آره، اون کسی که آدم اجیر کرد تا شما رو گوشمالی بده من بودم، چون شما داشتین تلاش میکردین کاری کنین امروز من از اون نردبونی که با سختی رفتم بالا با سر بخورم زمین. تلاشتون هم نتیجه داد. آسیا باش، اون تهدیدمون کرد که اگه کاری که میخواد و انجام ندیم بلا سرمون میاره. چاره ای نداشتیم. قباد یه سوالی برام پیش میاد. اگر تو یه بازی مهم داشته باشی بعد تهدیدت کنن که به تیم خودت صدمه بزنی چیکار میکنی؟ از حیثیت خودت و تیمت دفاع میکنی یا گل به خودی میزنی؟ ها؟ نمیدونم آقا سیاوش. من دیگه نمیدونم کی خودیه، کی بی خودیه. خودی منم چون فوتبالیم. بی خودی پیام چون دنبال پوله. اما تو مراقب باش نخودی نباشی. میدونی چرا؟ چون تو آخرش باید به خودی و بی خودی کولی بدی. آقا سیاوش با همه این حرفا، این رسمش نبود که بعد این همه نون و نمک این بلا رو سر ما بیاری. حالا که اتفاقی نیفتاده، چشم در برابر چشم، ولی هنوز یه نفر هست که باید گوشمالی خوب داده بشه. خیلی جالبه، چشم در برابر چشم کدومه؟ شما زدی ما رو ترکونی، بعد با یه جمله حکیمانه میخوای سرتاشو هم بیاری؟ من مطمئنم یه کاسه زیر نیم کاسه این پیامه هست. زور نداره ولی باهوشه، کوچه ای نمیره که تهش بن‌بست باشه. امروز منو کیش کرد، ولی باید منتظر بدماتی باشه. آقا ما هرچی میگیم شما حرف خودتو میزنی، حداقل یه عذرخواهی کن آقا سیاوش.
با این که امکان نداره، ولی راست میگن. آخه چرا زدی ناکارشون کردی؟ من این چیزا حالی مثل آسیه باشه، یا عذرخواهی میکنی یا من شکایت میکنم. منم شکایت میکنم. منم شکایت میکنم. چی شد؟ عذرخواهی یا شکایت؟ دیگه انتخاب با خودتونه. میتونید چشتون رو همه چی ببندین و همه چی رو ندید بگیرید، یا نه میتونید با من همکاری کنید تا سر از کار این پسر در بیاریم. کلا نمیشنوه. پس ما هم ترجیح میدیم چشامونو ببندیم سر از کار این پسر در نیاریم. تو شیقاباد دوست داری تو این وضعیت نسترن خانومو تنها بذاری؟ باری کلا آقا سیاوش، خیلی هوشمندانه دارین منو تحریک به همکاری میکنین. در ادامه باید بگم که موفق شدین. من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم که سر از کار این پیام در بیارم و مانع غرق شدن نسترن خانوم تو دریای نادانی بشم. بازی هنوز تموم نشده، از فردا شروع میکنیم. از طریق یه نفر دیگه میرسیم بدون زنبور. ماما میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بگو. آقا پیام مرد؟ نه بابا خدا نکنه، این چه حرفیه؟ پس چی؟ امروز از من خواستگاری کرد. شنیدین چی گفته؟ از روز اولم روشن که عاشقت شده بهت گفته بودم که. حالا شما میگین چه جوابی بدم؟ اختیارت با پدرته، باید با اون مشورت کنی. حالا که نیستم شما چی میگین؟ ببین دختر جون، اگه میخوای خوشبخت بشی با کلاغ ازدواج کن که دل داره، نه با طاووسی که فقط زیباست. راه بیفت بریم، دیر شد. خشایار هیچ معلومه کجا داری میری؟ هیچ کجا، یه تو که پا با قوات میریم بیرون برمیگردیم. بی خود، ما یه قرنه بود امروز بریم خرید، فردا خواستگاهی داریم، هنوز هیچی ندارم بپوشم. چی ده؟ پس من برم بانک پول بگیرم برگردم که با هم بریم خرید. لازم نکرده، پول همراهم هست. اگه من قول بدم که تا یه ساعت دیگه برگرده چی؟ شما قولتو بذادم به کوزه، آبشو بخور. متوجه شدم. راه نداره خشی جون، شما با خانومت برو خرید، منم خودم میرم دنبال کارم. تنها؟ تنها که نیستم، فلانی هم هست. خداحافظ. اگه اتفاقی برای جون این بچه بیفته مسئول شمایی. این فلانی کیه که من نباید اسمشو بدونم؟ فلانی که یکی از دوستای صمیمی قواده، بابک فلانی، فامیلیش فلانی. پدر جان شما چند سالتونه؟ What? How old are you? Oh, 40. 40؟ ایشونو برای تیم پیشکسوت ها آوردین؟ با بودجه که شما برای جذب بازیکن در نظر گرفتین بهتر از اینا گیرتون نمیاد. آقای محترم، با نصف همین بودجه یه عالمه جوان با استعداد ایرانی پشت در همین باشگاه وایسادن که بیان تو تیم من بازی کنن. شما اگه علاقه داشتین از تولیدات داخلی استفاده کنین چرا اومدین سراغ من؟ میدونین آوردن اینا از اون سر دنیا برای من چقدر هزینه برداشته؟ شما که ضرر نمی‌کنی. الان برام دارین اینا رو می‌برید به یه باشگاه دیگه می‌فروشی به چند برابر قیمت. این ضرر کوچیکتون با یه سود چند برابر جبران میشه. با آقای رستمی گفته بودم معامله با خانم کار آسونی نیست. بله، چون سر خانم رو راحت نمیشه کلا گذاشت. آقای رستمی هم دیگه اینجا سمتی نداره. خانم محترم، اولا شما اجازه ندارین به من توهین کنین، بعدشم آقای رستمی رئیس هیئت مدیره باشگاه هستن. بهتره بگین بودن، چون چند وقت دیگه همین سمت هم از دست میدن. خیلی زحمت کشیدین، بفرمایین لطفا. واقعا برات متاسفم. Let's go. غلط کرده. حالا چی میگه؟ اون با من لش کرده، میخواد یه جوری زهرشو به من بریزه. عزیزم تو نگران چی هستی؟ من خودم سفارششون رو دادم، خودم بلدم چه جوری آبشون کنم. با یکی دو تا بچهای لیگ یک صحبت میکنم، بالاخره توی تیم جاشون میکنم. پا نپا به قیمت دیگه. آره خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، خداحافظ. شعله نیازی با بعد کسی در افتادی. من دارم میرم، اگه کسی زنگ زد کار داشت بگو پیغام بذاره.
ببخشید خانم، این آقای کی بود انقدر عصبی رفت؟ هیچی، یه روباه بود که گرگ دیده بود. به اعضای هیئت مدیره هم زنگ بزن جلسه هفته آینده رو یادآوری کن. خداحافظ. چشم. الو سلام، کجا این شما؟ خب فکر کنم من زودتر از شما میرسم، پس منتظر میمونم تا بیار. خداحافظ. الو سلام آقا سیاوش. الو صداتون نمیاد. الو قباد. آقا سیاوش اگه صدای من رو داری، شعله خانم از دفترش اومده بیرون، ما هم داریم میریم دنبالش، نمیدونیم کجا میره. ولی همونجاست. الو الو قباد، نمیشنوم صدا تو. بابا من نمیتونم ایمیلیمو به خطر بندازم که. این فرما رو پر کنیم تا اولین اشتراک بین من و شما شکل بگیره. یه حساب مشترک بانکی که از این به بعد همه حساب کتابای مدرسه فوتبال زیر نظر هر دو تا اون پیش بره. من که آهی در بساط ندارم، حساب مشترک برای چی؟ من اصرار دارم حسن نیتم به شما ثابت کنم. خدا رو چه دیدی؟ شاید این قضیه یه تأثیری در تصمیم گیری شما برای جواب دادن به من داشته باشه. اینجا دیگه کجاست؟ نمیدونم، باید یکی بپرسی. آها اینجا چی کار میکنه؟ کارخونه تولید کفش ورزشی. تولید کفش ورزشی؟ به نظرت اینجا چی کار داره؟ حتما باید کفش بخره برای بچه ها دیگه. از کی تا حالا مدیر عامل میفته دنبال کارهای تدارکات؟ شاید اومده دنبال اسپانسر. البته بابا خیلی مایه داره، بعید میدونم. من میگم بذار یه زنگ به سیاوش بزنیم ببینیم چیکار باید. صبر کن خودمون ببینیم چه خبره، بعد بهش زنگ میزنیم. برو تو. آهای آقا. کجا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خواهش میکنم شما بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی اینکه یعنی چی شرم جان؟ نمیدونم یعنی چی؟ یعنی اینکه چیکار داریم؟ چیکار داریم؟ با رئیس کارخونه قرار ملاقات داریم. شما دوتا؟ پنفر، شما تنهایی یه نفری. مگه ما چمونه؟ رئیس که نایمده. اجازه بدید من با مدیر داخلی تماس بگیرم ببینم چی میشه. سلام آقا کوی. بذاری؟ مرسی. این وام من ردیف نشد. وام که ماشاءالله هر سه ماه در میون تازه وام میدی. دو سه میلیون پولی نیست برای شما. ردیف میشه. مخلصم رئیس. این اینجا چیکار میکنه؟ بهش گفت رئیس.